فرهاد سربدی اینجاست تا برامون بیشتر از این واکنش‌ها و دیگر خبرها بگه. فرهاد نادر، واکنش‌ها همونطور که اشاره کردی ادامه داره، واکنش‌های ورزشکاران حمایت کننده، اما فشارها هم ادامه داره و امروز هم در اخبار خواهیم دید که فشارها همچنان بیشتر هم شده. بله، پیام نیازمند به دلیل حمایت از خیزش سراسری مردم ایران و اعتراض به سرکوب جمهوری اسلامی از تیم فوتبال سپاهان حذف شد. دروازه‌بان ملی پوش باشگاه سپاهان که در روزهای اخیر صفحه اینستاگرامش از دسترس خارج شده، در بازی مقابل هوادار در ترکیب اصلی قرار نگرفت و در چند روز اخیر هم در تمرینات تیمش حضور نداشته است. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، کنار گذاشتن نیازمند از سپاهان با دستور محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان، و اعمال فشار حراست شرکت فولاد مبارکه صورت گرفته است. با اینکه حسین ماهینی و حمیدرضا علی عسکری فوتبالیست های بازداشت شده بعد از چند روز با وثیقه آزاد شدند، اما همچنان تکتم آخوندزاده ملی پوش پیشین قایقرانی و سارینا قرابت ملی پوش پیشین تیراندازی در بازداشت هستند و خبری از وضعیت این دو ورزشکار در دسترس نیست. آخوندزاده و قرابت پیشتر از اعتراضات مردمی حمایت کرده بودند. همچنین آریا جعفری عکاس ورزشی هم در روزهای گذشته بازداشت شده که اطلاعی از وضعیت او هم در دست نیست. اما مثل روزهای اخیر نگاهی داشته باشیم به واکنش‌های ورزشکاران در همراهی با خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی. رسول خادم رئیس پیشین فدراسیون کشتی در پست جدید اینستاگرامیش نوشت: آنهایی که با کوتاهی در عمل به مسئولیت‌هایشان مقصران ایجاد بستر اعتراض مردم هستند، کاسه از آش داغ‌تر شده و مدعی شده که باید کسانی را که دلسوزانه در کنار مردم بودند به عنوان مقصران اصلی تنش‌های اخیر پاکسازی انقلابی کرد. چه فرافکنی حساب شده ای. نماینده مجلسی که امروز باید پاسخگو باشد که در جریان اعتراضات در این چند روز کجا بوده است، کدام داد را به صحنه مجلس آورده. قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک در ادامه نوشت: امروز اگر قرار است جایی پاکسازی انقلابی شود، همین مجلس غیر مردمی و نمایندگانی است که بی‌تعهدی خود به مردم را در پشت شعارهایشان پنهان کردند. مجلس باید از وجود جماعتی که مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم می‌کند پاکسازی شود. اشک و خونی که در کف خیابان از هر طرف ریخته شد به گردن همین مجلس است. سودابه باقرپور بازیکن تیم ملی والیبال هم در مطلبی خطاب به همتیمی‌هایش و ملت ایران نوشته: یادتون هست اولین بار که رفتی مسابقات آسیایی به ما چی گفتن؟ شما فقط نماینده جمهوری اسلامی هستید. گفتن مقام واسه ما مهم نیست. شما باید به دنیا بگید زن مسلمان هم میتواند در صحنه آسیایی و جهانی باشد. اون لباس‌های بلند و کلفت و مقنعه‌هایی که از شدت خیز شدن توی هوای شرجی باید سه بار عوضشون می‌کردیم تا مریض نشیم. مسخره شدن از طرف تیم‌های دیگر هم بماند. من هیچ وقت تمام بی‌عدالتی‌ها که در حقم شد فراموش نخواهم کرد، شما هم فراموش نخواهید کرد. نواب نصیر شلال دارنده مدال طلای المپیک 2012 لندن در وزنه‌برداری هم گفته: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگمون باد این جان. سمانه رضایی ملی پوش پیشین تگواندو ایران هم با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال ضمن حمایت از اعتراضات مردم ایران گفته: بیایید به کابوس جمهوری اسلامی پایان دهیم. با سلام، سمانه رضایی هستم، عضو اسواق تیم ملی تکواندو ایران. با فرستادن این پیام میخواستم حمایت خودم رو از هموطنهای عزیز ایرانی و ورزشکارها اعلام کنم و به شما بگم که با اینکه ایران نیستم، قلبم پیش شماست و برای شما میتپه. و از شما درخواست کنم به این همبستگی بپیوندید و یک بار برای همیشه به کابوس جمهوری اسلامی خاتمه بدیم. حکومتی که 1500 انسان رو تو سه روز میکشه عادی نیست. حکومتی که به هواپیمایی مسافربری شلیک میکنه عادی نیست. حکومتی که به مهساها و حدیثها شلیک میکنه عادی نیست. و زندگی در زیر سایه این حکومت عادی نیست. میخوام ازتون خواهش کنم یک لحظه تصور کنید. اگه به جای مهسا امینی خواهرم، خواهرت، خواهرامون بودن، چه اتفاق میفتد؟ برای زن زندگی آزادی.
امیر حسین صادقی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال هم به کنایه نوشته خوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند آزادی آزادی و عابران خسته میپرسند آزادی چند و من عابری را دیدم که از راننده پرسید آزادی کجاست راننده گفت رد کردی آزادی قبل از انقلاب بود علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هم نوشت برای جا دادن این همه اندوه نیازمند قلب‌های بزرگتری بودیم پیمان رجبی ملی پوش پیشین دو میدانی هم با انتشار عکس و نقل قولی از نلسون ماندلا نوشته برای رسیدن به آزادی لازم نیست آسمان و زمین را بخرید فقط خودتان را نفروشید ممنون که با من همراه بودید برمیگردیم به نادر و ادامه خبر